درود محمد تماسبی هستم با یکی دیگر از قسمت های گرداتش در خدمت شما هستم این همون قسمتی هست که قولش رو داده بودم توی این برنامه میخوام یه سناریوی خرید فرضی رو در نظر بگیرم که توش از یه فروشگاه زنجیری نوعی خریدهای یک هفتم رو انجام میدم. به جای این که بگیم غذای کتوژنیک باید فلان باشه به امان باشه مثال باستون میزنم که وقتی که میریم خرید چه چیزهایی رو باید بخریم چه چیزهایی رو نباید حتی بهشون دست بزنیم و این باعث میشه که برای ما کمتر سوال پیش بیاد که چی توی غذای کتوژنیک یا نیاکانی مجاز هست چی مجاز نیست و با ذکر مثال خیلی قابل لمس این موارد رو میفهمیم من یه فروشگاه نزدیک خونه خودم رو در نظر میگیرم یه فروشگاه زنجیری هست و ترتیب اجناس رو به ترتیبی که اونجا قرار داده شده تصور کنم و برای شما توضیح میدم اما این اصلا مهم نیست چون که فروشگاه های زنجیری هر جای دنیا که باشن یه قالب مشترک دارن و تفاوت هایی که دارن جزئیه و این چیدمان مواد غذایی و حتی دستکاری در این چیدمان ها بر اساس یه قواعد و یه سری پژوهش هایی هست فهمیدن که چی نتیجه میده چی باعث میشه که فرد بیشتر خرید بکنه چی باعث میشه که فرد کمتر خرید بکنه و بر اساس اینها چیدمان ها رو انجام دادن و حتی سایز سبد های مغازه رو تعیین کردن هدف دیگه این هست که اگر میخواید رژیم کتوژنیک یا رژیم نیاکانی رو به یکی از دوستانتون معرفی بکنید نیاز به توضیح تئوری نباشه. بتونید همین قسمت رو بهش بدید و با گوش دادن به همین قسمت کامل واسش مشخص بشه و سوالاتش برطرف بشه و بدونه که چه چیزهایی رو میشه توی این رژیم خورد و چه چیزهایی رو نمیشه. خب بریم سر اصل مطلب. بریم سراغ خرید اما قبل از اینکه به خود خرید بپردازیم به, به قبل از خرید میپردازیم قبل از اینکه خریدمون رو شروع کنیم باید دو کار انجام بدیم یک تهیه لیست خرید یه لیست تهیه هفته واسه خودتون تهیه بکنید من این کار رو توی گوشیم انجام میدم وقتی میبینم که چیزی داره توی خونه تموم میشه اون رو یادداشت میکنم و میدونم که توی خریدی که حالا دو روز دیگه انجام میدم سه روز دیگه انجام میدم این رو باید بگیرم این لیست به شما کمک میکنه که یک وقتی که میرید خرید خاطر جمع باشید که هر چیزی رو که لازم دارید خواهید گرفت دیگه توی فروشگاه گیر نمی و تصمیمی نمیخواد بگید و این مهمه براتون توضیح میدم چرا همچنین این لیست رو که میبینید به صورت خود به خودی توی, س... توی ذهنتون سناریوی خرید مرور میشه و میدونید کدوم قسمت فروشگاه برید و علکی وقت خودتون رو تلف نمی کنید. توی روانشناسی پدیده ای هست به اسم decision fatigue معنیش میشه کلافگی از تصمیم گیری وقتی ما تصمیم های مختلفی رو می گیریم، حتی اگر این تصمیم ها کوچک باشن بعد از یه مدتی بعد از چند تصمیم که می گیریم خسته میشیم و دیگه به اصطلاح می زنیم در جیمبو دیگه هر چی شد شد هر چیزی که جلوی چشممون اومد ممکنه انتخاب بکنیم ممکنه بیخیال فکر کردن بشیم و تصمیمات اقلانی نخواهیم گرفت مثلا ما وقتی وارد فروشگاه میشیم چند تا روغن کنار هم هست و نگاه میکنیم با هم مقایسهشون میکنیم قیمتهاشون رو با هم مقایسه میکنیم برچسب های روشون رو با هم مقایسه میکنیم توی هر کدوم از این مراحل تصمیم میگیریم کدوم روغن مثلا روغن زیتون میخوایم بگیریم کدوم روغن زیتون به کدوم نوشته روی برچسب باید دقت بکنیم مثلا روغن زیتون بکر بعد از اینکه این تصمیم رو گرفتید نگاه میکنید جستجو میکنید قیمت مختلف رو میبینید با هم مقایسهشون میکنید یکیشون میبینید تخفیف خورده میاین حالا تصمیم بگیرین که بر اساس مقدار روغنی که توی هر کدوم از این شیشه هاست کدومش به صرفه تره تا همینجا چند تا تصمیم کوچولو گرفتید حالا همینجور خرید ادامه پیدا میکنه یه چیزی رو میبینید میخواید تصمیم بگیرید که این رو میخواید یا نمیخواید خوب هست بگیرید یا خوب نیست بگیرید هر کدوم از این تصمیما یه انرژی میبره و باعث میشه بعد از یه مقدار که گذشت دیگه خیلی اهمیتی ندید به تصمیم گیری تصمیم های عاقلانه نگیرید و بیشتر هیجانی تصمیم بگیرید بگید که حال هر جنسی اومد توی دم دستم خواهم گرفت و جالب این هست که فروشگاه ها جنس هایی رو که قیمت بالاتری دارن و سرفه بیشتری شون داره توی دید اکثر افراد قرار میدن یعنی جور قرار میدن که بر اساس میانگین قدیه افراد مختلف بهتر توی دید قرار بگیره. حتی کالاهایی که برای بچه ها هست طوری تعبیه میشه که اونایی که به برای فروشگاه راحتتر جلوی چشم بچه ها قرار بگیرن. پس وقتی ما از قلب بدونیم چی کار میخواییم بکنیم نمیخواد هر لحظه تصمیم بگیریم و با هر جنسی که میبینیم اقوا نمیشیم. میدونیم دقیقا چی کار میخواییم بکنیم. و تصمیم های کمتری می گیریم. حالا یه عاملی که یکم مرکبتر هست این هست که ما وقتی وارد مغازه میشیم جنس ها رو به خودمون هم می کنیم تصمیم های مختلف میگیریم کار کار مختلف توی فروشگاه انجام میدیم از این قفسه به اون قفسه میریم خسته میشیم و فکر میکنیم که حالا ما یه پاداشی هم میخوایم و به خاطر همین هست که موقعی که ما میخوایم به واسه جنسمون اجناسمون پرداخت بکنیم توی که وای میسیم کنارامون اجناسی کم قیمت هستن که اکثرا هم که تماما باید بگم قند بالایی دارن آدامس هست شکلات های مختلف آب های مختلف هر چیزی که کنار نوار نقاله منتهی به صندوقدار دار میبینید همه این مواد سرشار از قندن و وقتی که شما تصمیم های زیادی گرفتین وقتی که شما کار زیادی رو توی فروشگاه انجام دادید هم کارتون یه زحمتی برده و خودتون رو محق میدونید که یه چیزی به عنوان تشویقی واسه خودتون بگیرید و هم انقدر تصمیم های مختلف گرفتید کوچیک کوچک این تصمیم روی هم جمع شدن که میگید دیگه بیخیال من این جنس و قیمتی هم نداره برمیدارم من این آدامس رو برمیدارم من این ویفر رو برمیدارم و جالبه توی فروشگاه نزدیک ما یه ویفری هست که روش نوشته دو پر کالوریا این یعنی همون کالوری خوب بسته رو برمیداره قند روش رو نگاه میکنی و اصلا میبینی سی گرم در صد گرم قند داره و دارن به عنوان یه چیزی که کالوری خوب هست به مشتری معرفی میکنن دونستن این قضیه خسته شدن و این کلافگی مهمه پس مهم هست که ما یه لیست داشته باشیم که بدونیم چی کار میخوایم بکنیم و خودمون رو معطل نکنیم و خرید خودمون رو طولانی نکنیم مورد دوم این هست که وقتی بریم فروشگاه که غذا خورده باشیم سیر باشیم موقع گرسنگی فروشگاه نریم این مورد در مورد ما که تویی ها نیاکانی ها کمتر صدق میکنه چون که یه هایی گرسنه نمیشیم اما به هر حال اگر که موقعی که خیلی گرسنه هستیم این کار رو انجام بدیم ممکن آخر کار ببینیم که یه جنسایی رو خریدیم که نباید میخریدیم یه جنسایی رو خریدیم که علکی یا خرج روی دستمون گذاشتیم یا غذاهایی هستن که قند زیادی دارن چون که ما گرسنه بودیم و دنبال یه چیزی میگشتیم که قندمون رو ببره بالا همچنین خود تصمیم گیری یه فرایند انرژی بر هست وقتی که سطح انرژی بدن ما پایین باشه خیلی سریعتر به اون درجه بحرانی می رسیم که تصمیم های غیر بگیریم پس ما باید هم آماده باشیم از لحاظ اینکه بدونیم چی می بگیریم یه لیست داشته باشیم و هم باید سیر بریم فروشگاه نذاریم دقیقه 90 که گرسنه هستیم خب، حالا همه این کارها رو کردید میرید واسه خرید این فروشگاهی که توی ذهنم دارم اینجوری هست از درک وارد میشیم سمت راست گلوگیا هست چیزایی که تخفیف خورده هستن مثلا لباس ها و بازیهای مختلف برای بچه ها هستن و همچنین نوشابه و نوشیدنی های دیگه سمت چپ کلوچه هست و کیک و ویفه رو و بعضن باز جنس های تخفیف خورده که از همون داخل فروشگاه بوده تخفیف خورده حالا اینجا هم گذاشتن معمولا چیز دندونگیری اینجا پیدا نمیشه و اکثر چیزای خوراکی هم که اینجا پیدا میشه قند بالایی دارن ویفر و بیسکویت و کیک یا نوشابه و نوشیدنی های دیگه که اینها رو ما هیچ کاری نداریم این راهروی ورودی هست و یه نکته دیگه ما با اصلاع اصلی فروشگاه کار داریم خیلی توی مرکز اینها کاری نداریم یا اصلا توی مرکز فروشگاه هیچ کاری نداریم اکثر جنسایی که ما میخواییم همون اطراف فروشگاه توی زل اصلی پیدا میشه این فروشگاه یه فروشگاه مستطیلی هست ما از ارز وارد میشیم انتهای این راه روی ارزی یه قفسه خیلی بزرگ هست که انواع نون هست نون توست برش داده شده آماده توی پلاستیک توی رژیم کتوجنیک توی رژیم نیاکانی گوشتخواری یا کارنیبور ما اصلا هیچ کاری به نون نداریم پس میریم سمت چپ و اینجوری ما در امتداد طول فروشگاه قرار میگیریم باز اینجا یا نون هست نونهای حالا تازه تر هست به نسبت اون نونهای بسته بندی شده قبلی و همچنین شیرینی های مختلف پیراشکی و کیک و کلوچه های مختلف سمت چپ هم کلن جنس های نامربوط هست که هیچ ربطی به هم ندارن یه گاز فندک هست کنار مایهی که باهاش دست و زد و فونی میکنن معمولا اون قسمت هم ما کاری نداریم پس ما وارد فروشگاه شدیم ارز رو پیمودیم رفتیم دست چپ و یه مقدار از دست چپ رو گذروندیم هنوز چیزی نخریدیم چون که هیچ چیز به درد بخوری وجود نداشت همین مسیر رو که, نا... که ادامه میدیم سمت راستمون امتداد همون قسمت شیرینی ها و نون ها روغن های مختلف قرار داره و سمت چپمون قهوه است و چایی. این قفسه قهوه و چای طولانی هست و ما به جنس های خیلی زیادی توی سمت راست بر خوریم روی طول فروشگاه اما قسمت سمت چپ همچنان قهوه و چایی هست چایی و قهوه مشکلی ندارم میتونین مصرف بکنین حالا در مورد قهوه حرف های بیشتری دارم که در آینده یه قسمتی رو باید, به قهوه صرفا اختصاص بدم بیشتر در موردش اونجا صحبت میکنیم برمیگردیم به همون بخش روغن روغن مختلف اینجا قرار دارن هم روغن خوب هستن هم روغن که گفتیم باید ازشون حذر بکنیم اینجا روغن آفتابگردان ذرت روغن بزرک روغن کلزا قرار داره و اینها با وجود اینکه به عنوان روغن خوب معرفی شدن به هیچ وجه طبیعی نیستن و توی قرن اخیر هستند که اینها روغن رایجی شدن و این روغن ها رو مصرف خوراکی نداشتن مثلا روغن بذرک. اگر شما خودتون نقاش باشید یا کسی رو بشناسید که نقاش باشه رنگ روغن کار کنه روغن بزرک برای ترکیب با رنگ روغن بوده اصلا مصرف خوراکی نداشته ولی الان میبینم که حتی کسایی هم که در مورد تغذیه می نویسن و حرف میزنن روغن بزرک رو توصیه میکنن بلی ما به هیچ وجه نباید به این روغن نزدیک بشیم اگر هم توی خونتون دارید همه الان بریزید دور اینها روغن هایی هستند که از بذر گیاه به دست میان در واقع و طی فرایندهای شیمیایی بسیار پیچیده به دست میان اما توی روغن گیاهی روغن زیتون و روغن نارگیل روغن مناسبی هستند به شرط اینکه حرارت بالا و طولانی مدت نبینند برای پخت و پز آنچنان مناسب نیستن اما میشه به عنوان چاشنی ازشون استفاده کرد یا پخت های خیلی کوتاه مثلا تخم مرغ درست کردن و اینها رو میشه از اینها میشه از این روغن ها استفاده کرد همین قفسه رو میریم جلو همچنان سمت چپمون قهوه و چایی هست اما سمت راست بعد از روغن انواع آرد قرار داره شکر و نمک آرد ما به هیچ وجه مصرف نمی کنیم. قند و شکر نه سفید نه قهوه‌ای نه سیاه نه آبی هیچ رنگی رو استفاده نمی کنیم. تنها چیزی که اینجا میتونه به درد ما بخوره و خیلی هم ضروری هست اگر تموم شده اگر توی لیستمون هست باید بگیریم نمک هست نمکمون رو در صورت نیاز بر می داریم و میریم جلو میرسیم به برنج و بلغور و پاستا و ماکارونی همه اینها کربوهیدرات خالص هستند. این غلات و همچنین این مشتقات آردیو هیچ جایی در غذای ما ندارن. اینها رو هم چشم بسته میتونیم ازشون رد بشیم. یه نکته اضافی در مورد برنج بگم. برنج توی ایران توی یک بزرگ هست. اما توی کشورهای مختلف توی کشورهایی که برنج غذای مرسومی نیست اینها توی, توی کارتونهای توی کوچیک هستن و بعد توی همین کارتون‌ها بندی های پلاستیکی هست مثلا سه تا بسته کوچیک 100 گرمی پلاستیکی یا چهار تا بسته پلاستیکی توی هر کدوم از این کارتون‌ها هست و برنجا توی این بسته های پلاستیکی قرار دارن و قراره که این برنج ها با این پلاستیک ها توی آب بجوشن و آماده بشن. برنج خودش ضرر داره، قند بالا داره، کربوهیدرات بالا داره، بدن ما باهاش سازگار نیست. علاوه بر این، توی بسته پلاستیکی قرار داره اون هم بسته پلاستیکی که قراره توی آب بجوشه، حرارت ببینه. یه نکته در کل در مورد بسته های پلاستیکی این هست که بسته های پلاستیکی، کنسروهای های فلزی، موادی رو به اسم BPA و BPS دارن که اینها آسیب مغزی ایجاد میکنن رفتار ما رو تحت تاثیر قرار میدن روی سلامت پروستات تاثیر میذارن و اختلالات هورمونی ایجاد میکنن اغراق نکردیم اگر که بگیم اخلاق ما، رفتار ما و حتی شخصیت ما تحت تاثیر تغییرات هورمونی ما هست و اگر ماده‌ای بخواد در اینها اخلال ایجاد بکنه حتی شخصیت ما رو تحت تاثیر قرار میده پس ضرر مواد پلاستیکی تا این حده و وقتی اینها جوشیده میشن بهترین فرصت رو برای ورود به غذایی که ما میخوریم پیدا میکنن حتی اگر ما آب معدنی میخوایم بگیریم ممکن اون آب معدنی رو از توی یخچال برداریم اما مطمئنا وقتی که توی مسیر خودش بوده وقتی که داشته حمل و نقل میشده کلی گرما دیده آفتاب خورده و این BPA ای موجود در پلاستیک وارد آب شده تا اونجا که میتونید از بستبندی های پلاستیکی دوری بکنید. رعایت این نکته واسه خود من سخت و عاقبت هم همون گوشتی هم که میگیرم هر ماده غذایی هم که میگیرم باز توی بستبندی پلاستیکی هست. اما بهترین کار این هست که سعی خودمون رو بکنیم تا اونجایی که ممکنه از مواد پلاستیکی و کنسروهای های فلزی دوری بکنیم. پس این در مورد این برنج و ماکارونی و انواع غلات و نکته ای رو هم در مورد مواد پلاستیکی گفتیم و کنسروهای های فلزی. جلوتر که میریم از این مواد کربوهیدراتی که رد میشیم به چیزایی میرسیم که تو بستبندی های فلزی هستن که گفتیم اینها بی پی اس دارن و در ترشح هورمون‌ها ها اخلال ایجاد میکنن. علاوه بر اینکه بسته بندی نامناسبی دارن، محتویشون هم چی هست؟ حبوبات هست. حبوبات کربوهیدرات بالایی دارن و علاوه بر اون برای دفاع از خودشون تولید میکنن بعدا به اونها خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه این حبوبات هم موادی هستن که مصرف نمیشن پس هیچ کاری به کارشون نداره. اینجا سس مایونز هم هست. سس مایونز اینجا سه و نیم گرم معمولا قند در 100 گرم داره قند افزوده با این مقدار اصلا مقدار مناسبی نیست سس ماینوس رو خودتون اگر خواستید میتونید توی خونه درست بکنید نه مواد نگهدارنده داره نه قند افزوده نهایت کربوهیدراتی که داره اون خردلی هست که بهش میزنید که از حد مجاز فراتر نیست و یه قانون کلی در مورد مواد غذایی که بسته بندی هستن اینها رو تا تو میتونید ازشون دوری بکنید همیشه هدفتون این باشه که موقع خرید مواد غذای خام رو بگیرید و غذا رو همیشه خودتون درست بکنید اگر چیزی رو ما توی بسته بندی میبینیم علاوه بر این که مواد نگه دارنده دارن بهشون قند افسوده فراوان میزنن که تعمش طوری باشه که اعتیاد آورتر بشه مشتری بیشتر بخره مشتری بیشتر بهش نیاز پیدا بکنه و بهش علاقه پیدا بکنه و فروششون بیشتر بشه و مسئله دیگه هم این هست که مواد افزودنی میزنن که به هیچ وجه طبیعی نیستن و کاملا شیمیایی هستن روی بستبندی هم نگاه کنن یه اسمای عجیب غریب دارن مثلا ای یه عدد بزرگ جلوش کلا مواد غذایی تکی بگیرید یه چیزی که یه چیزی که یک ترکیب بیشتر نداشته باشه وقتی که شما وقتی که شما یه بسته گوشت رو از توی یخچال فروشگاه برمیدارید تنها ترکیباتش گوشت هست گوشت گاو رو که برمیدارید گوشت گاو ترکیباتشه اگر که پیاز رو برمیدارید پیاز ترکیباتشه اگر که کاهو برمیدارید کاهو ترکیباتشه اگر که تخم مرغ برمیدارید تخم مرغ تنها ترکیبشه هیچ چیزی جز اینها نداره ولی وقتی شما بخواید سوس مایونز بگیرید هم تخم مرغ هست هم لیمو هست هم سرکه هست هم سس خردل هست حالا به فرض که روغن خوبی هم توش استفاده کرده باشن که هیچ وقت از روغن خوب توشون استفاده نمیکنن قند افزوده بهشون میزنن و اینها باعث میشه که سلامت اون غذا پایین تر بیاد و روی بدن ما تاثیر منفی داشته باشه پس ما برای بهبود زندگی خودمون باید کنترل غذا رو به دست خودمون بگیریم تا زمانی که هر چیزی که خانواده درست کرد ما در کنار اونها بخوریم هر چیزی که رستوران ها و فسفودی های دور برمون داشتن بخوریم سلامت ما هیچ پیشرفتی نمیکنه. بهبود سلامت، بهبود وزن، هر مزیتی که از رژیم کتوژنیک از هر رژیم نیاکانی می بینید، از آشپزخونه شروع میشه. همه این مزیتها ها زمانی میسر میشه که شما کنترل کامل روی ترکیبات مواد غذاییتون و نحوه آماده سازیشون داشته باشید. پس این یه نکته کلی در مورد مواد غذایی از پیش آماده. از اونها حذر بکنید و در مورد این سس ماینس هم مسئله این بود که به جز حال مواد نگه ای که داره قند بالایی هم داره. اگر که واقعا نمیتونید درست بکنید و خیلی سس ماینس رو دوست دارید اگر که قندش زیر یک گرم باشه به عنوان آخرین راه حل میتونید آمادش رو بخرید. پس توی این قفسه هم که سوز مایونز بود و حبوبات توی کنسرو یا حبوبات خشک ما چیز مجازی نداریم از این قسمت هم رد میشیم میرسیم به یه یخچال که دو تا قسمت داره قسمت سمت راستش کاهو داره و بعضی از سبزیجات دیگه مثل پیاز سبز و اسفناج کاهو رو میتونید استفاده بکنید به اون ب... به عنوان جایگزین برای نون مثلا وقتی که همبرگر درست میکنید میتونید به جای نونش از کاهو استفاده بکنید از کلمبرگ هم میتونید استفاده بکنید ولی بعضیا هستن که براشون بهتر هست از هر گونه سبزیجاتی از هر گونه گیاهی خودداری بکنن تا سلامتشون بهتر بشه اگر شما واکنش بدی به هیچ گیاهی نشون نمیدید کاهو اینها خوب هستن حتی میتونه حتی اسفناچ هم میتونه مشکلی ایجاد نکنه و اینها رو در حدی که به غذاتون تن بده میتونید استفاده بکنید اما بعضی ها هستن که حساسیت شدید دارن باید از مصرف هر گونه گیاهی خودداری بکنن پس توی این قفسه نهایتاً اون کاهوش خوب بود و الان یادم اومد که خیارشور هم دارن درسته که گفتم که از مواد آماده خودداری بکنید خیارشور یه چیزی هست که من هر از گاهی میگیرم خیارشور اینجا توی بستهای های پلاستیکی هستن که گفتم نگیرید ولی خب حقیقت رو باید بهتون بگم و البته خوبی که داره قندش زیر یک گرم نیم گرم در صد گرم پس قند افزوده ای نداره اما باز هم ترجیح این هست که خودتون درست بکنید اگر هنرش رو دارید از این یخچال که رد میشیم قسمت دوم یخچال مواد غذایی از پیش آماده شده داره که در موردشون قبلا صحبت کردیم اینها مثلا همبرگرهایی هستند که با نون و مخلفات و پنیر و اینها همه چیز آماده شده هستن برای توی مایکروفر گذاشتن همبرگر های گیاهی که از سویا تولید شدن و بسیار مزره علاوه بر اینکه سویا ضرر داره این همبر ها حاصل فراوری بسیار پیچیده ای هستن و بیشتر یه فراورده شیمیایی تا یه غذا همچنین ناگت مرغ رول های مختلف توی این قفسه هستن همه اینها مواد از پیش آماده شده هستن که که نهایتا یه سرخ کردن یا توی مایکروفر گذاشتن نیاز دارن اینها رو کلا رد میشیم هیچ کاری به کارشون نداریم اینجا انتهای این طول فروشگاه هست بعد از اون برای ادامه مسیر باید بریم سمت چپ سمت چپ که میریم توی این راه رو سمت راستمون اینجا خرید اصلی شروع میشه مواد گوشتی هستن و سمت چپمون هم سبزیجات و میوه های مختلف. اصل کاری سمت راست هست. انواع گوشت ها اینجا هستند و بهترین گوشتی که میتونید بخرید گوشت گاو هست. این فروشگاه یه فروشگاه زنجیره هست. یه فروشگاه ارگانیک نیست. و فراورده هایی که داره حاصل دامداری صنعتی هست که روش مناسب و همچنین اخلاقی برای, برای پرورش حیوانات نیست. و این روی کیفیت محصول نهایی تاثیر میذاره اما گوشتی که کمترین تاثیر رو میبینه گوشت گاو هست گاو حتی اگر که در شرایط نامناسبی پرورش داده بشه و نگهداری بشه زبون دسته آخرش گوشت خوبی رو به ما تحویل میده اما مرغ بوغلمون گوشتای دیگه که به صورت صنعتی پرورش داده میشن و مواد غذایی اصلی خودشون بهشون نمیرسه توی چربی های درون بدنشون چربی های غیر اشباع دارن که برای ما ضرر دارن یعنی مثل همون روغن کلزا و آفتاب گردون میشن که باید از مصرفشون خودداری بکنیم اون گوشت گاف اگر به صورت درست است بهترین حالت رو داره اگر هم باز به چرخ شدش نیاز داشتید مسئله نیست حتی من خیلی وقتها همبرگر هم میگیرم همبگر هایی داره که قیمت خیلی مناسبی دارن و من تقریبا یه روز در میون همبرگر جزء غذام هست البته اون همبرگر رو بدون سس و بدون نون ساندویچی میخورم و هیچ قند افسوده ای نداره من غذام کمترین گیاه رو داره و نهایت چیزی که بهش اضافه بکنم یه مقدار حالا شاید بعضی وقتا خیار شور و همیشه موقع پخت و پس از پیاز استفاده میکنم تنها عناصر گیاهی غذای من همین هاست بقیه چیزها همه منابع حیوانی هستند و به هیچ مشکلی هم و به هیچ مشکلی هم بر نخوردم. پس بهترین گوشتی که میتونیم بگیریم مغزی ترین گوشتی که میتونیم بگیریم گوشت گاو هست به هر میزان که میخواید بگیرید از هر نوعی که میخواهید بگیرید سعی کنید عمده خریدتون از این قسمت باشه از گوشت گاو باشه و از خرید گوشتای دیگه خودداری بکنید یک کاری که من میکنم این هست که گوشت مرغ و اندام مرغ و بو قلمون رو از فروشگاه ارگانیک میگیرم. اونجا قیمتها به مراتب بالاتره. اما اینقدر ان... گوشت اندام کم طرفدار هست که همچنان برای جیب من مناسب هست و قیمت خیلی پایینی داره به نسبت مثلا یه گوشت گاو که به صورت ارگانیک تهیه شده یا یه گوشت مرغ پرپراپیمون که به صورت ارگانیک تولید شده. گوشت مرغ هایی هم هستن که به صورت ارگانیک تولید شدن اما خیلی پرپیمون و دهن پرکن نیستن بیشتر برای سوپ مناسب هستن اینها رو همچنان میتونم از فروشگاه ارگانیک بخرم پس اگر گوشت مرغ خواستم گوشت اندام خواستم مثل جگر و سنگدون و قلب و اینها اونها رو صرفا از اون فروشگاه ارگانیک میگیرم اما گوشت گاو رو از همین فروشگاه های زنجیره ای میگیرم که قیمت به مراتب پایینتری داره اگر که استطاعت مالی شده داشتم حتما همون رو هم به صورت ارگانیک میگرفتم یا از کشاورزی که میشناختم میگرفتم اگر جایی هستید که این امکان واسطتون وجود داره بهترین گزینه همین هست اگر هم استطاعتش رو ندارید گوشت های گاو فروشگاه های زنجیره هم باز مناسب هستن روبروی این قفسه یعنی سمت چپمون گیاه... گیاه ها و میوه های مختلف وجود داره معمولا چیزایی که من از اینجا میگیرم پیاز هست یا سیر هست پیاز و سیر قند بالایی دارن پیاز و سیر از مواد غذایی هستند که زیر خاکن و هر ماده غذایی که زیر خاکه احتمال خیلی زیاد قند بالایی داره ذخیره قندی خودش رو گیاه در زیر زمین پنهان میکنه پیاز سیر سیب زمینی هویج همه اینها قند بالایی دارن از مصرف سیب زمینی و باید خودداری بکنیم اما پیاز و سیر میتونیم به مقداره، به مقداری که به غذامون تم بده تعم غذامون رو دگرگون کنه ازشون استفاده بکنیم و نیاز به مقدار زیادی از اونها هم نداریم و این یکی دیگه از عواملی هست که باعث میشه ما بتونیم پیاز و سیر رو توی غذاهای کتوژنیکمون مصرف بکنیم نیاز زیادی بهشون نداریم پس قند زیادی رو به غذامون اضافه نمیکنه. سبزیجات مختلف مثل تره جعفری، نعنا، ریحون اینها رو اگر که همیشه استفاده میکردید دوست, دوست دارید و مشکل خاصی هم ندارید باهاشون است... به هر میزان که خواستید استفاده بکنید واقعا تاثیر آنچنانی بر مصرف کربوهیدرات شما نخواهد داشت ولی خود من تنها چیزی که معمولا از این قفس از این بخش از فروشگاه میگیرم پیاز هست یا سیر هست معمولا هم پیاز هست میوه ها همچنین در قسمت دیگه یه فروشگاه قرار دارن مخصوصا اگر اول رژیم هستید اگر مشکل چاقی دارید مشکل دیابت دارید کاملا از میوه خودداری بکنید اما اگر مشکل مقاومت انسولی ندارید مشکل چاقی ندارید کبد چرب ندارید خیلی مشکلی رو نمیبینم توی مصرف میوه مصرف میوه آنچنان تغییر ایجاد نمیکنه اما نه اینکه توی برنامه غذایی ما هفتگیتون باشه هر از گاهی میتونید استفاده بکنید و من اگر بخوام میوه هم مصرف بکنم سعی میکنم از همون فروشگاه ارگانیک بگیرم چون که مقدار خیلی کمی رو مصرف میکنم و واقعا میلی هم به مصرف میوه ندارم قبلا خیلی نظرم در مورد میوه منفی بود ولی حالا میدونم که سلامتی که میدونم که از سلامت کافی برخوردار هستم مشکل مقاومت انسولین ندارم و اگر این میوه ها توی شرایط خوبی تولید شده باشن سم و کودهای شیمیایی هم بهشون زده نشده و مشکلی رو برای سلامت من آنچنان ایجاد نمیکنه ترجیح میدم که نخورم چون که... چون که وقتی که من هیچ گیاهی توی غذام مصرف نمیکنم خیلی شفافیت فکری بالاتری دارم تمرکزم بیشتره اما مشکلی هم توی مصرف اندکی میوه نمیبینم به خاطر همین هست که اخیرا یه چند باری میوه رو مصرف کردم ممکنه خیلی از کسایی که تو محافل کتوژنیک هستن با این مخالفت داشته باشن ولی اخیرا به این نتیجه رسیدم که در درجه اول ما باید روغنهای غیر طبیعی رو مثل روغن ذرت کلزا و آفتابگردان حذف بکنیم حذف کامل کربویدرات در درجه دوم قرار داره و ما اگر بیماری خاصی نداریم و مشکلی و واکنش بدی به بعضی از گیاهان نشون نمیدیم میوه ها های امنی برای مصرف هستند یعنی امترین بخش گیاه برای مصرف میوهش هست بعدا به جزئیات این خواهیم پرداخت اما اما به ذکر همین نکته اکتفا میکنم که گیاه هدفش این هست که میوش چیده بشه و دانش جاهای مختلف کاشته بشه و تکثیر بشه پس امترین قسمت گیاه برای مصرف میتونه میوش باشه ولی جزء برنامه غذای هفتگیتون نباشه فقط بدونی که در مقدار خیلی کم مثلا یه موقعیتون یه استفاده کردید اتفاقی نمیفته غذای مورد علاقه من توی این قسمت تخم مرغ هست تخم مرغ هم کناری قسمت گیاه است. من تخم مرغ زیادی رو مصرف میکنم روزی چهار تا پنج تا دست کم دست کم تخم مرغ میخورم و اخیرا چون که تخم مرغ هم قیمت تخم مرغ ارگانیک آنچنان تفاوتی با تخم مرغ های فروشگاه های زنجیری نداره و فشار زیادی نمیاره اونها رو هم از فروشگاه های ارگانیک میگیرم بهتر این هست که ما برای حمایت از محصولات ارگانیک خریدامون رو از, اون، از اونجا انجام بدیم هم برای هم کمکی کردیم به گسترش این کسب و کارها و همچنین محصولی که خریداری میکنیم از لحاظ سلامت محصول سالمتری هست تخم مرغ تخم بهتری هست چون که حاصل مرغی هست که فقط ذرت و سویا نخورده بلکه برای خودش جاهای مختلف گشت و گذار کرده هم گیاه خورده و هم کرم خورده و حشرات مختلف اگر شما هم مثل من تجربه بزرگ کردن جوجه داشته باشید میتونید که جوجه صرفا گیاه خار نیست وقتی که چند تا جوجه داشته باشید و یکیشون یه کرم یا حشره رو پیدا بکنه یهو صدای همشون بالا میره چون که با هم دعوا میکنن سر رو بودن اون حشره پس موقع خروس هم حیوانات همه چیز خاری هستن صرفا گیاهخوار نیستن و زمانی بهترین گوشت و بهترین تخم مرغ رو دارن که رژیم واقعی خودشون رو مصرف بکنن نه فقط سویا و ذرت این هم در مورد تخم مرغ هر میزان که خواستید بگیرید بهتر هم این هست که از فروشگاه های ارگانیک بگیریدشون اما اگر نتونستید از همینجا بگیرید به هر میزان که خواستید دوباره برمیگردیم به سمت راست و ارز فروشگاه ارز اصلی فروشگاه و در ادامه که میریم انواع سوسیس هست خیلی پیشنهاد نمی کنم سوسیس بگیرید چون که این هم فراوری شدن اما اگر که باز استطاعت مالیش رو ندارید میتونید از همین سوسیس ها مصرف بکنید به هر حال با وجود فراوری شده بودنشون از گرفتن چیپس و کیک و آردونون بهتر هستن در ادامه انواع پنیر وجود داره پنیر فتا قند بالایی داره مصرف نمی کنم. اما پنیر گدا، پارمزان، موزارلا پنیرهای خوبی هستند و قندشون صفر یا نیم در صد گرمی توی مواد لبنی پنیر و کره چیز امنی هستن پنیر از اون مواد لبنی هست که بعضی افراد میتونن استفاده بکنن و اینهایی که هیچ قندی نداره به هر میزان که حساسیت برای شما ایجاد نمیکنه ازشون مصرف بکنید و لذت ببرید بعد از این این ارز به انتها میرسه و سمت چپ که میریم طول انتهای فروشگاه شروع میشه سمت راستمون ادامه همون قفسه پنیر باز هم پنیر هست و همچنین خامه خامه اینجا درصد چربی پایینی داره و قندشون هم 3 و 4 گرم درصد گرم 3 گرم درصد گرم هست این قند افسوده قند افسوده بالایی هست اگر خامه بدون قند در دسترس دارید و پرچرب در دسترس دارید میتونید استفاده بکنید ولی من به اونها توی این فروشگاه ها دسترسی ندارم به جز یه خامه هایی هست که از شیر نارگیل به دست میاد و اونها قندشون نیم گرم در گرم هست که همه فروشگاه زنجیره ای اطراف من ندارن هر از گاهی اون رو مصرف میکنم اما اگر که خامه حاصل از شیر باشه شیر گاو باشه به خاطر پایین بودن درصد چربیش در لهستان و همچنین به خاطر قند بالایی که داره استفاده نمی کنن. همین مسیر رو ادامه بدیم باز محصولات غذایی رو میبینیم که از پیش آماده شده هستن و فقط کافی اونا رو توی, توی مایکروفر بذاریم یا یه مدت زمان کوتاهی تفتشون،, تفتشون بدیم اینها رو هم کاری نداریم و میریم جلوتر و اینجا کره هست کره هم باز از اون غذاهای اصلی هست که من میگیرم هم برای پخت و پس ازش استفاده میکنم هم برای آب کردن روی تخم مرغ یا گوشتی که درست میکنم کره یه ماده غذایی بسیار ضروری توی رژیم کتوژنیک هست که سیری مانایی رو به ما میده و به ما کمک میکنه توی اصر حاضر با یه بودجه کم درصد چربی مواد غذایی رو که استفاده می کنیم بالا ببریم و علاوه بر اون چربی ای هم که کره داره سلامت بسیار بالایی رو داره کلا همه روغن های گیاهی رو که کنار بذارید میتونید از کره یا بهتر از اون از روغن های حیوانی استفاده بکنید توی فروشگاه زنجیره حال داریم مثال میزنیم فقط دسترسی به کره داریم کره رو به هر میزان که دوست داشتید مصرف بکنید هر چقدر هم بردارید زیادی نیست. این کل خرید ما هست و و همینجا خرید ما به پایان میرسه. فقط یه چیزی رو که فراموش کردم جات و دیگر تعم دهنده و افزودنی ها هست. نمک رو که گفتم ن... نه،, نه تنها مشکل نداره بلکه توصیه هم میشه مصرف نمکتون رو ببرید بالا برخلاف توصیه رایش که میگه مصرف نمک باید پایین باشه. جات مثلا فلفل، زردچوبه، دارچین اینها حتی اگر بعضیشون هم یه مقدار قند داشته باشن یک قندشون قابل چشم بوشی هست دو ما به مقدار زیادی از اونها برای تم دادن به غذامون نیاز نداریم پس ادویجات رو هم به هر میزان که خواستید میتونید استفاده بکنید این کل خرید مواد غذایی ما بود بعد از این میتونیم از فروشگاه خارج بشیم خریدمون کوتاه بود میدونستیم که چی میخوایم بخریم و به قفسهای مرکز فروشگاه اصلا سری نزدیم چون که اونجا نوشیدنی های مختلف هست چیپس هست پفک هست تنقلات مختلف دانه های مختلف مواد غذایی از پیش آماده شده بوداده شده پخته شده که اصلا مناسب نیستن توی این رژیم و یک کاری هم که میکنن توی این بخش از فروشگاه یعنی بخش مرکزی فروشگاه بعضی وقتا به عمد فروشگاه ها جای مواد غذایی رو با هم عوض میکنن که شما یه زمانی رو صرف گشتن بکنید و چشمتون به کالاهای دیگه بخوره و بیشتر اقوا بشید پس ما این اصلا توی این منطقه مینگذاری شده حتی پا هم نگذاشتیم کلا بدون نگاه کردن به اونجا ما کل خریدمون رو انجام دادیم و آماده ایم که از فروشگاه خارج بشیم تنها چیزی که میمونه مواد غیر غذایی هستن مثلا اگر که میخوایم بعضی از پوشاک اونجا رو بگیریم یا مواد شوینده بگیریم جز این هیچ کاری دیگه توی فروشگاه نداریم وقتی هم که رسیدیم به صندوق دیگه مواد غذایی که کنارمون چیده شدن ما رو اقوا از ضررشون آگاهی داریم و, خی... و به خوشی و سلامتی میتونیم از فروشگاه بیرون بریم نهایتا جایزه ای خواستید واسه خودتون بردارید یه پاداش خواستید به خودتون بدید بعد از خرید باز میتونید یکی از مواد غذایی رو که ضرر نداره برای خودتون بردارید مثلا به جای اینکه بیسکویت بردارید کیک بردارید میتونید پنیر بردارید من چیزی که معمولا به عنوان جایزه واسه خودم انتخاب میکردم پنیر بود که البته همون هم اخیرا زیاد مصرف نمیکنم پاداش اصلی من همون غذای اصلی است همین که من غذای سالمی میخورم و در طول روز انرژی کافی دارم انرژی بالا و نامون قطعی دارم همین برای من بهترین پاداشه و نیاز به پاداش های کاذب که اکثرا هم قند بالایی دارن نیست. فروشگاهی هم که مثال زدم فروشگاه زنجیره بود و قیمتش به مراتب پایین تر از جای دیگه میشه. اگر که پولتون رسید میتونید از جاهای دیگه بعضی از مواد غذایی رو بگیرید ولی درسته که گفتم مرغ و اینها توی این فروشگاه های چربی غیر بالایی داره ولی حتی اگر که هیچ وقت براتون مقدور نیست که از فروشگاه های تمام ارگانیک خریداری بکنید هیچ اشکالی نداری که از همین مرغ و بوخلمون و اندام داخلشون با وجود چربی غیر اشباع بالاشون و ارزش غذای پایین ترشون استفاده بکنید به هر حال از اینها استفاده بکنید بهتر از این هست که از نون استفاده بکنید برنج، ماکارونی، چیپس و نوشابه و اینها امیدوارم که نکاتی که اینجا گفتم بهتون کمک کرده باشه و بتونید خرید کوتاه و موفقی رو همیشه داشته باشید پیروز کامیاب باشید یه قسمت رو از قلم انداختم توی ضبط اولیه حالا اینجا اضافه می کنم در مورد مزایای گوشت گاو گفتم اما اینجا گوشت گوسفند رسم نیست به خاطر همین اون زمان به ذهنم نرسید اما گوشت گوسفند هم همون حالت گوشت گاو رو داره حتی اگر غذاهای خیلی مناسب بهشون ندن بهشون ذرت و سویا بدن باز هم گوشت نهایی که تحویل ما میدن گوشت با کیفیتی هست این قضیه به طور کلی در مورد نشخار کنندگان صدق کنه به خاطر سیستم گوارش پیچیده ای که دارن و حالا به جزیاتش نمیپردازیم این نکته اضافی بود که باید میگفتم وبسایتم هم, هم نسل به خیلی پیشرفت کرده همیشه سعی میکردم که خودم کاراشو انجام بدم ولی خب ولی چون که ترایی سایت و پیشی دیگه های اون رو نمیدونستم اون چیزی که میخواستم از آب در نمی اومد. اما دوست عزیزی طراحی این سایت رو به عهده گرفت و خیلی خوب دگرگونش کرد و اصلا الان یه چیز دیگه ای شده و به لطف زحماتش الان با اعتماد به نفس میتونم شما رو دعوت بکنم به دیدن کردن از وبسایتم www.mktahmasbi.com اگر هم توانایی اون رو دارید میتونید روی پیتریان از من حمایت کنید سپاسگزارم خدا نگهدار